سر خط خبرها. پوزش خواهی و با ما از حمله هوایی امریکا بر بیمارستان کندوز. وی بر ادامه بررسی های جدی در این مورد تاکید کرده است. رئیس جمهور اوباما در تماس تلفنی با دکتر شواندو رئیس سازمان پزشکان بدون مرز از این حمله معذرت خواهی کرد و به این سازمان تسلیت گفت. افغانستان کشور به شدت محتاج کمک های بشر دوستانه، اما در همین حال خونین ترین کشور برای کارمندان کمک های بشری. تلفات سنگین طالبان در فراه. از روز گذشته تا اکنون دست کم 27 طالب کشته و زخمی شدند. و ادامه مخالفت ها بر حملات هوایی روسیه در سوریه. به نام خدا و چاشتتان بخیر. به مجمع خبری نیمه روز از یک خوش آمدید. مایشه ایلیات میزبانتان. باراک اوباما در تماس تلفنی با رئیس سازمان پزشکان بدون مرز از حمله اشتباهی نیروهای آمریکایی به یک بیمارستان این سازمان در کندوز پوزش خواهی کرده است. با این حال سازمان پزشکان بدون مرز هم خواستار بررسی همه جانبه این رویداد شده و بر ایجاد یک کمیسیون جهانی تاکید کرده است. ادامه واکنش ها به حمله هوایی نیروهای ائتلاف بر یک بیمارستان سازمان پزشکان بدون سرحد در شهر کندوز. پیش از این فرمانده کل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان پذیرفت که این حمله اشتباهی از سوی نیروهای امریکایی بوده است. اکنون باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از انجام این حمله از سازمان پزشکان بدون مرز معذرت خواهی کرده گفته است بررسی ها در این باره جریان دارد. رئیس جمهور اوباما در تماس تلفنی با دکتر شواندو رئیس سازمان پزشکان بدون مرز از این حمله معذرت خواهی کرد و به این سازمان تسلیت گفت. رئیس جمهور با دکتر لو اطمینان داد که بررسی های وزارت دفاع جریان دارد و نتایج شفاف و همه جانبه در پیوند به این حمله به دست خواهد آمد. وی گفته است در صورت نیاز تغییرات را برای جلوگیری از تکرار این گونه رویدادها به میان خواهد آورد. اوباما همچنان در تماس تلفنی با رئیس جمهور غنی تسلیت گفته و با خانواده های قربانیان این حمله همدردی کرده است. سازمان پزشکان بدون مرز بار دیگر خواهان بررسی همه‌جانبه حمله هوایی به بیمارستان این سازمان در کندوز شده و بر ایجاد یک کمیسیون جهانی مستقل تاکید داشته است. حمله هوایی امریکا بر بیمارستان پزشکان بدون مرز در کندوز ضایعه بزرگ برای این سازمان می باشد. هزاران باشنده کندوز اکنون به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند، در حالی که اکنون آنها بیشتر از گذشته به این خدمات نیازمندند. کافی است، حتی جنگ هم قوانین دارد. 11 روز پیش در حمله هوایی نیروهای امریکایی به بیمارستان پزشکان بدون سرحد در شهر کندوز 22 تن مشمول پزشکان و بیماران کشته شدند. گفته های وجود دارد که این حمله به هدف حراس افغانانی انجام شده بود که در محوطه این بیمارستان سنگر گرفته و نیروهای امنیتی را هدف قرار می دادند. اما هنوز شواهد موثقی در این باره به دست نیامده است. پایگاه امنیتی کارکنان کمک های بشر دوستانه گفته است که هیچ کشور به اندازه افغانستان برای کارمندان کمک های بشر دوستانه خطرناک نیست. حمله اخیر هوایی نیروهای امریکایی بر بیمارستان دکتران بدون سرحد در کندوز تازه ترین مورد تهدید برای کارمندان کمک های بشر دوستانه در افغانستان می باشد. بر بنیاد آمار پایگاه امنیتی کارمندان کمک های بشر دوستانه از سال 1997 میلادی تا پایان سال 2014 بیش از 450 کارمند کمک های بشر دوستانه در افغانستان کشته و یا روبوده شدند. در این فهرست پس از افغانستان، سودان، سومالیا و پاکستان خطرناکترین کشورهای جهان برای کارمندان کمک های بشر دوستانه می باشند. نیروهای ارتش در فراه از کشته شدن 15 طالب و زخمی شدن 12 تن دیگر از افراد این گروه خبر می دهد. درگیری میان نیروهای لوای دوم ارتش و طالبان دیروز و شب گذشته در بخشی از ولسوالی های بالا بلوک و پشت رود رخ داده است. عبدالرؤوف رحمانی مسئول مطبوعات لوای دوم ارتش در فراه می گوید درگیری نیروهای امنیتی با طالبان در روستای مصب ولسوالی پشت رود و روستاهای چکاب و کنسک بالا بلوک رخ داد. به گفته رحمانی دو تن از نیروهای ارتش در این درگیری ها زخم برداشتند و به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. امریکا
یک زندانی گوانتانامو را که شهروند افغانستان است پس از 11 سال حبس آزاد می کند. پنتاگون گفته است که هیئت بررسی پیشنهاد رهایی محمد کمین از گوانتانامو را کرده است. محمد کمین در سال 2003 میلادی از سوی مقام‌های افغانستان به اتهام دست داشتن با شبکه القاعده بازداشت و در سپتامبر 2004 به زندان گوانتانامو فرستاده شد. نیروهای امنیتی برای پاکسازی کندز بازرسی خانه به خانه را آغاز کردند. افزون بر این، وزارت داخله میگوید برای پاکسازی ولایت‌های شمالی کشور عملیات بزرگ در راه است. همزمان پلیس کندز میگوید با آمدن نیروهای تازه نفس وضعیت شهر کندز بهبود یافته و قرار است این نیروها در نقاط آسیب پذیر کندز جابجا شوند. توجه کنید به گزارش از زکریای حسنی. یکی از چهار راهی های مشهور کندز، چهار راهی که در مدت یک هفته درگیری بارها میان نظامیان کشور و طالبان دست به دست شده است. گویا اینک وضعیت شهر کمی آرامتر از پیش شده و نیروهای امنیتی نیز بر این شهر مسلط شدند. چنانچه با آمدن نیروهای تازه نفس ارتش از بغلان به کندز وضعیت شهر نیز تا اندازه زیادی بهبود یافته است. اما در کنار این، وزارت داخله میگوید برای پاکسازی کندز از وجود مخالفان بازرسی خانه به خانه آغاز شده، اما تاکید میکند که برای بهبود وضعیت امنیتی ولایت‌های شمالی کشور عملیات بزرگتری در راه است. در گام نخست تمرکز ما بالای نقاط مرکزی شهر است و اطراف از او. به تعقیب از او عملیات گسترش پیدا میکنند در ساحات نعم، در سطح ولسوالی ها و او ساحاتی که هنوز هم ما در اوجا آسیب پذیر هستیم. یک عملیات بزرگ در سطح شمال افغانستان روی دست است که میتونه شامل ولایت بغلان، کندز، تخار، بدخشان شود. اما از نبرد کندز بیشتر از یک هفته میگذرد و به نظر میرسد این نبرد را همچنان پایانی نیست. حال با این وجود برای پایان دادن به این نبرد آیا نیاز است تا نیروهای امنیتی کشور راهبرد جنگیشان را در کندز تغییر دهند؟ فعلا تانی و فرصتی که اگه هفته شده طول میکشه ای یگانه عاملش است که با جلوگیری از قبل و کشتار خانه‌ای که در جلوگان انتحاری افتاده یک جانه در چند گوشه شهر اینا جا بجا هستند. اگر دولت از دقت کار نگیره هم افراد ملکی تلف میشن هم هزارها خانه میسوزد. در مدت یک هفته نبرد در کندز صدها خانواده آواره شدند و زندگی خیلی های دیگر نیز کاملا از بین رفته است. نبردی که اگرچه تاکنون پایان آن روشن نیست، اما مشاور شورای امنیت ملی گفته کندز به زودی از وجود مخالفان مسلح نظام پاک می شود. از سوی هم سازمان ملل متحد درباره جنایات طالبان در کندز تحقیق می کند. معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان که به شمال کشور سفر کرده است، سقوط کندز را یک تراژدی بزرگ می داند و از تلاش های این سازمان برای کمک به بیجا شدگان و آسیب دیدگان سخن می زند. در این حال، عطا محمد نور هشدار می دهد. اگر هراس افغانان به بلخ قدم بگذارند، این ولایت به گورستان آنان مبدل خواهد شد. سفر معاون سیاسی فرستاده دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان به شمال کشور. هدف این سفر بررسی وضعیت امنیتی شمال گفته شده است. تادامیچی یاماتو در دیدار با عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ جنایت طالبان در کندز را یک تراژدی دانست و گفت که این سازمان در تلاش کمک رسانی با آسیب دیدگان کندز است. آنچه در کندز اتفاق افتاده یک تراژدی بزرگ است. ما امکانات کافی داریم تا به نیازمندان در کندز با هماهنگی مقام‌های محلی کمک کنیم. ما با بانک جهانی نیز برای کمک‌های درازمدت به نیازمندان رویداد کندز در ارتباط هستیم و با فراهم شدن شرایط در کندز روی چگونگی جنایت صورت گرفته به گونه جدید نیز تحقیق خواهیم کرد. پس از رویداد کندز ظاهراً نگرانی ها از گسترش دامنه ناامنی به ولایت های شمال کشور افزایش یافته است. اما عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ دلیل سقوط شهر کندز به دست طالبان را ضعف مدیریتی مقام های این ولایت و به توجهی رهبران حکومت می داند. وی هشدار می دهد هراس افغانان اگر در هر گوشه این ولایت قدم بگذارند آنجا به قبرستانشان بدل خواهد شد. انشاءالله من مطمئن هستم که دشمن خود تلاش میکنه که رخنه بکنن کارو بکنن، ولی ما مطمئن هستیم که در شهر مزار شریف و ولایت بلخ اینا رخنه کنن نمیتونن، مگر اینه که در هر منطقه که اینا دست بزنن قدم بانن گورستانشان خواهد. سفر معاون سیاسی فرستاده دبیرکل سازمان ملل در افغانستان به شمال کشور
پس از رویداد کندوز صورت گرفته است و گفته می شود وی در دیدارش با عطا محمد نور درباره وضعیت سیاسی، امنیتی و راه های برون رفت از بحران کنونی گفتگو کرده است. دولت افغانستان در پیوند به فاجعه امنیتی کندوز هیچ نامه رسمی به سازمان ملل نفرستاده است. امرالله صالح رهبر روند سبز با بیان این مطلب می گوید که حکومت باید در برابر ستون پنجم در درون حکومت اقدام کند و چهره هایشان را افشا کند. در این حال ده ها بیجا شده کندوز در کابل اعتراضات صلح‌آمیز بر راه انداختند. این افراد شکایت های تند و تیزی از رهبری حکومت تازه دارند و از آنان می خواهند تا برایشان سرپناه، آب و نان فراهم کند. قیام نوری گزارش می دهد. کمکاری های حکومت برای مدیریت کردن فاجعه امنیتی کندوز انتقادهای شدید را در پی دارد. خیلی از رهبران سیاسی میگویند حکومت خیلی از کارها را برای فشار آوردن بر عاملان اصلی این رویداد انجام داده میتوانست که خواسته و یا ناخواسته این کار را نکرده. امرالله صالح رهبر روند سبز میگوید رهبران حکومت باید شکایتنامه رسمی در واکنش به مسئله کندوز به سازمان ملل درج کنند. ما از حکومت افغانستان میخواهیم که اعلامیه دادن کفایت نمیکنه. دوسیه رسمی جنایت طالب که در سراسر افغانستان و به خصوص به قندوز انجام داده به ملل متحد بتن. درست است؟ وی از رهبران حکومت میخواهد که برای معرفی کردن ستون پنجم وقت رضایی نکند و فوری اقدام کند. به گفته امرالله صالح اگر نیاز باشد در چارچوب نیروی امنیتی حاضر است سلاح به دست بگیرد. چهره های ناکام باید دور شوند. شما که میخواهید اینا دور شوند با پا بخیزن و صدا کنن که دور شوند، دور شوند، کنار برن. اما در سوی دیگر این زنان و کودکان نه گدایان شهرند و نه برای گدایی اینجا هستند، اما تشنند و گرسنه. راه درازی را از کندوز تا کابل پیمودند تا از بیپناهی ها رهایی یابند. شمارشان به ده ها تن میرسد، خشمگین و با دل هایی که دلهره فردا را دارند. که ما را یک جای جایداد میتر باخصاص ما را میکنه بکنه، اگر نمیکنه برای از پاچایی. ما جای بود و باش بود دولت آرام بسازه بر ما. این دختر 7 ساله هم تازه در کندوز مکتب را آغاز کرده بود، اما جنگ از راه آمد و درهای مکتب بسته شد. در مکتب من انداخته بجا اشتکا در چیم موتر اشتکا را زده بود. این کودک دیگر هم میگوید پدرش را در کندوز جا گذاشته، هیچ خبری ازش ندارد. پدرم سرگون است، مچم کجاست؟ ما آمدیم گرفته آمدیم. اما نگرانی کلانترشان معامله شدن کندوز است. میگویند اگر دولت به کندوز امنیت بیارد کابل را به زودی ترک میکنند. مثل دنه غوری به ولایت بغلان وار امضا نکنه به کندوز. ما کلم افغان هستیم، ایلمان، ایقنده، ازبک، شیعه، سنی. 2 ساعت بر روی جاده های شهر نو کابل نشستند و مسالمت آمیز خواسته هایشان را مطرح کردند. میگویند اگر سرپناه در نیابند و نان و آب کافی به دست نیارند، مجبورند به اعتراضاتشان ادامه دهند. سازمان ملل متحد هشدار می دهد که همکنون هیچ نهاد امدادرسانی در شهر کندوز وجود ندارد و باشندگان به هیچ گونه خدمات اولیه دسترسی ندارند. این سازمان از افزایش بیجا شدگان کندوز سخت نگرانی کرده و گفته است که نزدیک به 10,000 خانواده به بیرون از شهر در وضعیت بد به سر می برند و آنان سخت به دارو، غذا و البسه نیاز دارند. اعضای مجلس هم وضعیت باشنده های کندوز را بسیار نگران کننده میگویند و از حکومت میخواهند تا هرچی عاجلتر رای حل برای بازپسگیری کندوز دریابند. نظرالدین مصلح گزارش دارد در این مورد. کندوز همکنون در شعله از آتش جنگ میسوزد. برخی از باشندگان آن که توان داشتند به بیرون از شهر فرار کردند و اما باشندگان بی وضاحت همکنون در وضعیت بد زیر دود و بارود قرار دارند. جنگ دست خارجی است و رهبریت دست پاکستان است. یک نان، غذا، هیچ چیزی فعلا وجود نداره. از ده نفر یک نفر شی اگر 2400 نان برایش پیدا شود دیگه نان وجود نداره. سازمان ملل متحد هم وضعیت نابهنجار کندوزیان را نگران کننده گفته است. در حال حاضر هیچ دفتر کمک کننده بشری در شهر کندوز وجود ندارد. 2 نهاد سازمان ملل متحد، 4 دفتر کمک کننده غیر دولتی و 10 دفتر دیگر خارجی از کندوز بیرون شدند. دفترهای کمک رسانی ناگزیر به ترک شهر می شوند. به هیچ نهاد بهداشتی وجود ندارد. بسیاری ها شهر را ترک کردند. دست کم 8500 خانواده از کندوز بیجا شدند و آنان سخت به دارو، غذا، سرپناه و خدمات بهداشتی نیاز دارند.
همکنون هزاران بیجا شدگان در تخار در همسایگی کندوز با انواع دشواری دست و پنجه نرم میکنند. وضعیتش بسیار وضعیت وحشت انگیز، وضعیت خراب، وضعیتی که این فکر کنین یک آدم تمام چیز مانده، بازش به یک لباس برآمده، بازش همو یکن لباس اشتبنی به خود گرفته، یا وضعیت تعمور هم نگرفته، حتی مستحق یک کمپل هم تانوس نشده. تا به حال به دلیل ادامه درگیری در شهر کندوز هیچ کمک لازم به خانواده های گیرمانده در میدان نبرد نرسیده است. برخی از اعضای شورای ملی هشدار می‌دهند در صورت تأخیر این کمک ها این واشندگان با خطر مرگ روبرو خواهند شد. کمک کمان رسیدگی دغه خلق دوی بینی چې هلته خپل ژوند او خپل اولادونه او خپل هغه د چاک او د خوراک او د پټونی چې اوس واپس اړېدو ده، نو دغه به کدای شي دوی د مرګ سره به مخامخ شي او مخامخ دي. این در حالی است که تاکنون برخی ها برای بیجا شدگان و باشندگان شهر کندوز مقداری از مواد گردآوری کرده اند. اما نهادهای کمک کننده به دلیل مشکلات ناامنی در راه ها قادر به فرستادن این کمک ها نشده اند. در این میان مجلس نمایندگان روز گذشته قانون تنظیم معاشات مقام های دولتی را به تصویب رساند. در این قانون میزان حقوق مقام های ارشد دولتی مشخص شده است. بر بنیاد این قانون برای رئیس اجرایی 275 هزار افغانی و برای معاونانش 200 هزار افغانی در نظر گرفته شده است. عماد رستایی جزئیات را گزارش می دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. تصویب قانون معاشات مقام های دولتی از سوی مجلس نمایندگان. این قانون پس از رایزنی ها و جنجال های زیاد بر روز چهارشنبه به تصویب رسید. هرچند در آغاز مجلس امروز غیرحاضری شماری از نمایندگان انتقادهایی را به همراه شد. واقعا اگر نماینده ملت باشن، اگر رای گرفته باشن، باید در روز دهیش حاضر باشن. معاش دولت هم میگیرن در شرایطی که جنگ در کشور جریان داره، در شرایطی که بیکاری جریان داره، اینا بلاکار پا معاش دولت هم میگیرن، در جلسه حاضر نمیشن، ما قانون تصویب کنیم. با این هم قانون تنظیم معاشات مقام های دولتی میزان تنخواه رئیس اجرایی و معاونانش، معاونان وزارتخانه ها، والیان، رئیسان عمومی و نمایندگان شورای ولایتی را مشخص می سازد. بر بنیاد این قوانین برای رئیس اجرایی 275 هزار افغانی، برای معاونان رئیس اجرایی 200 هزار افغانی در نظر گرفته شده است. وکلای محترم، طرح قانون تنظیم معاش مقامات دولتی طی دو فصل نو ماده به طور کل برای گیری گذاشته می شود. موافق رای سبز، مخالف رای سرخ. کارت سرخ. به استثنای 3, 4, 5, 6 7 کارت سرخ جناب رئیس. تایید است. هرچند مجلس نمایندگان میگوید در طرح پیشنهادی حکومت معاش بالاتر از اینها پیشنهاد شده بود. طرحی را که حکومت روان کرده بود با پارلمان یک ضریب خیلی بالا را یاد نظر گرفته بودند. با همی بالاخره ما همی قدر تانستیم که این ضریب از این را پایان بریم، به خاطر مشکلات اقتصادی که کشور داره، مملکت داره، ما این ضریب از این را تانستیم که پایان بریم. پیش از این نیز در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی قانون تنظیم معاش مقامات عالی رتبه دولتی به تصویب رسیده بود که در این قانون حقوق ماهوار معاونین رئیس جمهور 275 هزار افغانی، رئیسان شورای ملی و دادگاه عالی 227 هزار افغانی، وزیران، نمایندگان شورای ملی و اعضای دادستانی و دادگاه عالی 195 هزار افغانی در نظر گرفته شده بود. چگونگی دریافت حقوق مقام های ارشد دولتی همواره در کشور انتقادهای را به همراه داشته است. انتقادهای این هستند که مقامهای بلندپایه دولتی به مراتب حقوق بالاتر از یک آموزگار و مامور میگیرند و کاری هم برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم انجام ندادند. قرار است به زودی شورای دفاعی مجاهدین به هدف سرکوبی شورشیان در تخار ایجاد گردد. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه و رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان در سفر به ولایت تخار تاکید میکند که شورای دفاعی مجاهد در کنار نیروهای امنیتی کشور به هدف سرکوبی طالبان مسلح ایجاد خواهد شد و ضمن آن که از مردم خواستار ایستادگی در برابر گروههای شورشی شد، تاکید میکند که بحران کندوز نباید به ولایتهای دیگر گسترش پیدا کند. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه که به تخار سفر کرده است، در میان فرماندهان جهادی گفته است باید در برابر طالبان به گونه قاطع مبارزه صورت گیرد. نگذاریم که دشمن وحشی که به نام طالب میخواهد استقلال و آزادی ما را از ما بگیره، نگذاریم که اینا در اونها و حامیان صفاک و بیرحمشان کامیاب شوند. ملت قهرمان
ملت مجاهد پروری افغانستان هیچ وقت تسلیم هیچ نوع این دشمنای بی هویت، دشمنای بی مسئولیت، دشمنایی که فقط و فقط هدفشان استفاده از دین ولی فعالیت علیه دین است، نگذاریم اینا به پلانهای شومشان کامیاب شوند. او به فرماندهان جهادی وعده داد که به زودی شورای دفاعی مجاهدین به منظور سرکوبی لانه‌های گروه‌های حراس افغان در شمال ایجاد خواهد شد. با باور او نباید تخار از کندوز تهدید شود. امو قسمی که در گذشته تخار به یک گورستان تروریست و طالب تبدیل شده بود، یک بار دیگر تعهد کنین که هرگاه اگر در خواب گرفتن تخارم داشته باشه، شما مردم قهرمان یک بار دیگر این ولایت باستانی تاریخی و مجاهد پروره به گورستان طالب، به گورستان دشمنان افغانستان تبدیل میکنید. سفر رئیس حزب جمعیت اسلامی به تخار در حال صورت میگیرد که از 10 روز به این طرف ولایت همجوار کندوز در آتش جنگ میسوزد و شورای ولایتی و مردم این ولایت نگران جان مردم هستند و نیز از روند کند عملیات سخت انتقاد میکنند. مجموعه خبری ما همینجا به پایان میرسد. از همراهیتان سپاس. بقیه روزتان خوش. خدا نگهدار.